درود فروان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز چهارشنبه سوم آبان ماه، شاخص کل با هر زوری که بود بالاخره عدد 2 میلیون را حفظ کرد و در هر حال یه بار دیگه روی عدد 2 میلیون واکنش نشون داد. این در حالی هستش که کل هفته در کل میتونیم بگیم که یک کندل قرمز به جاموند و در هر حال هنوز نشانه ای از بازگشت بورس به مدار صعودی دیده نمیشه و شاید هفته آینده بتونه یادآور سال قبل باشه و بتونیم به مدار صعودی برگردیم. از طرف بیت کوین که این روزها تقریبا روزهای خوبی رو پشت سر گذاشته، به عدد ریالی 1,762,000,000 تومان و عدد دلاری 34,288 دلار رسیده و همونجور که مشاهده میکنید بیت کوین تونسته در حال جبران بکنه کمبودهایی را که ماهای اخیر در اون مشاهده کردیم، ولی بورس هنوز بر مدار صعودی برنگشته. امیدوارم که به زودی بورس هم بتونه این روند را تغییر بده و شاهد اتفاقات خوبی باشیم. امروز شایعه برکناری یا استعفای مجدد عشقی یه جورایی به گوش رسید در فضای مجازی که متعاقبا این قضیه تکذیب شد. البته شاید این قضیه هم بتونه یه شوکی رو وارد بکنه. عشقی که تقریبا کارنامه خوبی از نظر عمل کردی داره، ولی در هر حال در قضیه اردیبهشت ماه امسال شهامت زیادی را نداشت و نتونست اونجوری که باید از حق سهامداران در برابر حالا اتفاقی که دولت به نوعی رقم زده بود دفاع بکنه و خیلی کوتاه اومد. خیلی بیشتر از ها میتونست در هر حال به خاطر اون قضیه که اتفاق افتاد حداقل حرف بزنه، حالا کاری هم نمیتونست بکنه که او قطعا اینقدر قدرت نداره که بتونه جلوی مثلا معاون اول دولت که خودش اومده که به قول معروف خرابکاری رو انجام داده بخواد کاری رو انجام بده، ولی خب قطعا میتونست حرف بزنه که این کار رو نکرد. دلار رو میبینید که امروز مجددن به کانال 51,000 تومان وارد شده و متعاقب اون سکه هم به کانال 29 میلیون تومان رفته و خب حالا باید ببینیم که توی این 2-3 روز تعطیلی چه اخباری میاد از جنگ و در هر حال صبر کنیم ببینیم چه اتفاقاتی میفته. امروز هم علارغم اینکه شاخص کل ریزشی نداشت و 0.1% هم مثبت بود، ولی خروج پول حقیقی ادامه داره از بورس و 271 میلیارد تومان را امروز حقیقی ها از بورس خارج کردن. سرانه خریدشون هم در برابر سرانه فروش حدوداً 1 میلیون تومان کمتر هستش، 22.7 در برابر 23.6. ارزش معاملات هم که می‌بینی 3300 میلیارد تومان. هیچ سیگنال خوبی هنوز ما روی تابلو مشاهده نمی‌کنیم فعلا. تعداد الگو ساعتیامون شاید تنها چیزی باشه که یک کمی نسبت به روزهای گذشته این هفته افزایش داره و 7 نماد الگو ساعتی سباق، به ساماس، سفا، دپارس، قلورس، فسازان و پاسا روی تابلو مشاهده شدند انتهای بازار. البته در طرف مقابل 5 نماد هم بودن که خلاف الگوی ساعت حرکت کردند و آخرین قیمتشون بیش از 3% نسبت به پایانی کاهش نشون داد. عمل کرده الگوی پوشای سعودی هم فیلترش امروز نسبت روزهای قبل بهتر هست و همونجور که مشاهده میکنید اینها نمادهایی هستن که در حال تونستن در طول بازار بالا بیان و پوشای سعودی برای خودشون به ثبت برسونن. نسبت به روزهای گذشته میشه گفتش که وضعیت خوبی را مشاهده میکنیم در این قسمت. و در طرف مقابل چند نماد هم داشتیم که الگوی پوشای نزولی را به ثبت رسوندند. بالاخره بعد از چند روزی فیلتر
ستاره صبحگاهی نماد ایوان را امروز به ما نشون داد. خب در کل بازار و بین 700 نماد تقریبا تنها 3 نماد وجود داشت امروز که 3 روز متوالی تونستن کندل های سبز به جا بگذارن و الگوی 3 سرباز سفید داشته باشن. البته طبیعیه به خاطر اینکه تقریبا دیروز و پیروز منفی های بدی را خورد بورس و تقریبا همه نمادهای بورس جورایی درگیر منفی این دو روز اخیر بودند، ولی امروز حالا یه مقداری متعادل‌تر شد. شاید چند روز مثبت داشته باشیم تعداد نمادهای این فیلتر هم افزایش پیدا بکنه و در طرف مقابل هم این نمادها هستن که با ثبت کندل قرمز امروز مجدداً بالاخره 3 کندل قرمز متوالی را ثبت کردن. دارویی ها را میبینید که خیلی زیادن توی این فیلتر، همچنین مواد غذایی، خودرویی ها و فلزات اساسی. این نشون دهنده اینه که این چند گروه این چند روزه وضعیت خوبی را نداشتن. امروز هم خیلی حالا وضعیتشون جالب نبوده. البته نقشه پایانیمون تقریبا میشه گفت در مقایسه با روزهای اخیر خیلی وضعیت بهتری داره، ولی کماکان قرمزهای درشتی هم در همین نقشه مشاهده میکنیم. امیدوارم که هفته آینده اثر قرمزها در نقشه کمتر هم بشه. خب نمادهایی که با حجم خوبی امروز معامله شدن و بیش از 3 برابر حجم 20 روزه شون امروز معاملاتش انجام گرفت را روی تابلو مشاهده میکنید که 4 سیمانی در این فیلتر دیده میشه. امروز نمادهایی که در صف خرید انتهای بازار مشاهده میشن، میبینید که در تعداد در گروه سیمانی ها چقدر تعدادشون زیاده و یه جورایی این فیلترمون نسبت به صف فروشی ها بالاخره امروز با اختلاف خوبی جلو افتاد و این هم نمادهایی که با صف فروش کارشون به پایان رسید. خریداران 2 نماد کایزد و شکربن را با حجم خوب در منفی خریداری کردن امروز و در نهایت فیلتر الگوی اشتیاق خرید کندل سبز و خریدار امروز نسبت به روزهای قبل تعداد بسیار بیشتری نماد را ثبت کرد. انبوه‌سازان میبینید که 6 نماد در این فیلتر دارند، سیمانی ها 3 فیلتر دارند و 3 نماد دارند، بقیه نمادها را هم که مشاهده میکنید. البته هنوز تعداد خیلی عالی نیست، چیزی که میگیم خوبه نسبت به چند روز اخیر که به 7-8 نماد رسیده بود کل نمادهای این فیلتر. خب قطعا امروز عملکرد بهتری را مشاهده میکنیم و این هم نمادهایی که سیگنال اشتیاق خرید امروز براشون صادر شد و مشاهده میکنید روی صفحه. از نظر تعدادی تقریبا تعدادشون بد نیست، به خاطر اینکه در حال این فیلتر هر بار به کار میفته خیلی توش نماد را مشاهده نمی کنیم. امروز تقریبا با 7 نماد میشه گفت روز نسبتا خوبی را داشته. خب بالاخره این هفته هم با همه چالش های خودش به پایان رسید. ببینیم که بالاخره هفته آینده یا اتفاقات سال پیش میتونه تکرار بشه. تفاوتش با سال گذشته، البته تفاوت مهمش این هست که پارسال این موقع ما چیز به نام جنگ را در سطح بین‌المللی نداشتیم. در حال نظرات حتی زیاده، مثلا ایلان ماسک امروز هشدار داده بود در ارتباط با جنگ جهانی سوم حتی، و خب بالاخره این تفاوت رو نسبت به سال قبل قطعا داریم. ممنونم از عزیزانی که برای ما کامنت میذارن، نظر مینویسن و در حال روحیه بخش هست کامنت های شما، ادامه دهنده این
حرکت هست که ما کلیپ ها رو هر روز برای شما عزیزان آماده بکنیم و در این شرایط هم حتی در کنارتون باشیم. در هر حال دوستمون آقای مهدی میگه احتمال دخالت کشورهای دیگه مانند ایران در جنگ بسیار کمه، باید توجه داشت کشورهای قدرتمند جهان متاسفانه تمام قد از اسرائیل حمایت میکنند. باز دوست دیگرمون نوشتن که امکان نداره مسئول محترم بورس اجازه بدن شاخص از 2 میلیون کمتر بشه، حتی اگه تمام نمادها بدون استثنا منفی بشن به لطف زحمات شبانه روزی مسئولین این شاخص از 2 میلیون پایین تر نمیاد. و بعد آیدی ای انگوری میگن که منفی و دستکاری بازار دل و دماغ نمیذاره. آقای شهرام میگن که به نظر شما طبق دوره های گذشته چه مدت دیگه بورس به حالت عادی ممکنه برگرده؟ و دوستی جوابشون داده هر موقع منطقه آروم بشه. خب ببینید، ما امسال یه چالش بزرگی داشتیم، اول تو اردیبهشت ماه که خب فکر کردیم که اصلاح معمولی داره اتفاق میفته، متاسفانه دیدید که اصلاح معمولی نبود و پشتش بالاخره یه اتفاقاتی بود که اجازه نداد این تبدیل به اصلاح بشه و بالاخره یه سقوطی رو تجربه کردیم که موندگار شد تقریبا. خب انتظار داشتیم بالاخره بعد از چند ماه کم کم راه بیفته که فعلا این جنگ راه افتاده و بالاخره اینا همه تاثیرگذار بوده روی قضیه، وگرنه نباید این سری اینقدر طولانی میشد. و عرض کنم خدمتتون دیگه، امیدوارم که واقعا اتفاقات کم کم اتفاقات خوبی بشه و شاهد بالاخره رشد بورس و رضایت سهامداران هم باشیم و پول حقیقی برگرده به بورس. این مهمترین عامله. فعلا اصلا ما بشیم ما چقدر فیلترها رو اینجا بررسی بکنیم و بگیم آقا مثلا این فیلتر نمادش یه ذره بهتر شده و اون بیشتر از اون یکی، و حالا مثلا نتیجه گیری بکنیم که حالا سبزها برنده یا قرمزها. تا وقتی پول حقیقی برنگرده اینها خیلی تأثیری و یا سیگنال خیلی مهمی نخواهد بود. فعلا هنوز ما سیگنال مهمی دریافت نکردیم از بازگشت. البته خب امروز از نظر فیلترها خودتون مشاهده کردین نسبت به دیروز و پیروز بالاخره اوضاع بهتر بود. این قضیه روی تابلو هم دیده شد، بالاخره آخر کار یه دهم مثبتی رو از شاخص کل دیدیم اون وسط. اما اینها به اندازه ای نیست که بتونیم بگیم بازگشتی وجود داره. امیدوارم که هفته آینده اینگونه صحبت نکنم و بالاخره شاهد بازگشت حقیقی ها هم باشیم، کماکان اوضاع فیلترهامونم به خوبی پیش بره. در هر حال اگر که اوضاع برگشت داشته باشه شاید دوباره خیلی ها افسوس نخریدن در این روزهای خوب را بکنن. این را هم در نظر بگیره. همیشه همینطوره، وقتی که اوضاع بورس به هم میرزه بسیاری از افراد به جای اینکه حالا یه استراتژی خریدی را حداقل داشته باشن یا پله خرید کنن به نوعی ورود ها داشته باشن میشن قور میزنن. وقتی که بورس خوب راه میفته همه نمادها میاد بالا، بعدن اون موقع به فکر میفتن بخرن و خب در نهایت میخرن و مجددا ضرر میکنن. این سناریویی که همیشه تجربه ما میگه تکرار میشه این هستش. و البته این بار اگر این جنگ وجود نداشت ما شاید زودتر شاهد بازگشت بودیم، حالا شاید بالاخره یه ترمزی این وسط داشته باشیم. ممنون که توجه کردید، منتظر نظرات خوب شما عزیزانم هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.